بینندگان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. این برنامه را کانون مطالعات راهبردی افغانستان از لندن خدمت شما پیشکش می نماید. در مورد زندگی و کارنامه های سیاسی حفیظ الله امین، دومین رئیس جمهور مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان معلومات ارائه گردید. از این بیشتر در مورد این که حزب دموکراتیک خلق افغانستان چقدر وفادار به ایدئولوژی مارکسیزم و طبقه کارگر بود؟ آیا این حزب واقعاً دموکراتیک بود یا از واژه های دموکراتیک و طبقه کارگر استفاده های ابزاری می نمود؟ وقتی که این حزب به قدرت رسید، چرا نسبت به تمام احزاب دیگر دیکتاتورتر و خشنتر عمل نمود؟ شوروی ها به دعوت کیها به افغانستان لشکرکشی کردند و مسئولیت آن به کدام شخصیت های سیاسی کشور بر می گردد؟ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در مجموع چه دستاوردی داشت؟ آیا تفکر و ایدئولوژی این حزب در افق سیاسی افغانستان فعلا طرفدارانی دارد یا خیر؟ این موضوعات را با مهمانان نهایت گرامی برنامه، جناب محمد اکرام اندیشمند، مورخ و نویسنده، جناب دکتر حیدر عادل، رئیس اسبق یکی از ادارات در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، و جناب حامد علمی، سابق استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر، و بحث و بررسی میگیریم. مهمانان نهایت گرامی، به برنامه خوش آمدید. اجازه دهید از شما آغاز کنم، جناب محمد اکرام اندیشمند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان چقدر وفادار به ایدئولوژی مارکسیزم و طبقه کارگر بود؟ مایکتان خاموش است اندیشمند صاحب، اگر زحمت نمیشه. بله بفرمایید. با سلام به شما، با میمونای عزیز شما و شنونده هایی که این برنامه را تعقیب میکنه. خب یک سوال است که بحثی بسیار طولانی میخواه که مثلا ابعاد مختلفی از این آدم بحث بکنه و در این مورد جوابی از این البته دیدگاه های مختلفی وجود داره، نظریات مختلفی وجود داره. اولی که طبقه کارگر در افغانستان به او شکلی که پیشبینی میشه که مثلا در یک کشوری که طبقه کارگرش بیشترین طبقات اجتماعی را تشکیل بده و بعد از اون انقلاب کارگری بیا، اونطور یک طبقه در افغانستان اصلا وجود نداشت که ما ای تو فکر بکنیم که مثلا انقلاب کودتای ثور یک انقلاب کارگری و پرولتری بود و به نمایندگی از طبقه کارگر در افغانستان تصمیم گرفتن که اینا انقلاب بکنن. حتی اگر ما با دیدگاه و نظریات کارل مارکس، فیلسوفی منتقد جامعه سرمایه‌داری، هم برگردیم و نگاه بکنیم، او انقلاب کارگری را حتی در روسیه پیش بینی نمی کرد و او فکر می کرد که ممکن است انقلاب پرولتری و کارگری در کشورهای مثل آلمان و بریتانیا واقع شود و روسیه را او فکر می کرد که او دارای یک طبقه بزرگی کارگر نیست که در اونجا یک کشوری تقریبا فیودالی و نیمه سرمایه‌داری است که به طرف سرمایه‌داری میرفت و اونجا طبقه کارگرش به حدی نیست که اونجا بتانه یک انقلاب کارگری صورت بگیره و جامعه سوسیالیستی را باز بعد از او اعمار بکنه. پس با این دیدگاه اگر فکر بکنیم، اگر افغانستان را باز بیم در اینجا مد نظر بگیریم، خب افغانستان یک کشوری بسیار عقب مانده سنتی قبیلوی و قومی بود که دیگه طبقه کارگرش ما فکر میکنیم که چند ده هزار نفر شاید چیز نمیکرد، بیشتر نمی بود، حتی نمیتونیم بگیم چند صد هزار نفر طبقه کارگر افغانستان در دوران می بود. بنابراین اینطور اگر فکر بکنیم که حزب دموکراتیک خلق در افغانستان یک انقلاب کارگری را اوجا عملی کرد و یا
یک دولت کارگری تشکیل داد، چنین چیزی بسیار زیاد واقعیت نداره. باز بعد از او حوادثی در افغانستان آمد، خب ممکن است که دموکراتی خلق مثلا از نظر تئوری و از نظر افکار یا برنامهش میخواست تحولاتی بیاره به نفع کارگر و به طبقات زحمتکش و نیروهایی که در افغانستان مورد استثمار قرار میگرفتن یا اکثریت جامعه افغانستان اونا از نظر زندگی رفاهی چیزی نداشتن. ممکن بود که مثلا حزب در برنامهش کار میکرد و برنامه هایی داشت که افغانستان از این نقطه نظر متحول بسازه، پیشرفت بیاره، انکشاف بیاره و در عرصه های مختلف افغانستان با ترقی و پیشرفت برسه. ولی حوادثی در اونجا صورت گرفت که افغانستان به جای از اینکه برای به طرف پیشرفت بره و به طرف انکشاف بره و افغانستان میدان رقابت های قدرت های بزرگ در اون دوران جنگ سرد شد و به میدان گرم در میدان جنگ گرم شد در جنگ سرد و افغانستان تقریبا در طول 40 سال امو رقابتی که بازی که توسط قدرت های بزرگ در افغانستان به وجود آمد و حتی هنوز هم این ادامه داره و ما هنوز نتوانستیم که آنمو مشکلی که در اونجا خلق شد او را به او ما نقطه پایان بگذاریم و افغانستان از او آتشی که در افغانستان در گرفت او آتش ما خاموش بسازیم. جناب اندیشمند صاحب، آیا این حزب واقعا دموکراتیک بود یا از واژه های دموکراتیک و طبقه کارگر استفاده های ابزاری می نمود؟ خب ببینید، حفیظ الامین خود چند چیز کرده. حفیظ الامین که به رهبری خودش خیانت کرد و او را گرفت کشت و باز بعد از او 100 روز هم قدرت را گرفت در افغانستان و در طول 100 روز هم کدام کاری بسیار دموکراتیک انجام نداد. مثلا نه انتخابات برگزار کرد، نه با ریفراندوم رفت، نه ای از نظر مثلا آزادی های سیاسی و مدنی را ایجاد کرد و نه زندان پلوچرخی و دیگه زندان ها را محبوسی نکشید. از نظر مثلا امو معیارهای دموکراتیک که مثلا برای یک نظام شما در نظر بگیرین، اونطور چیز ما در حکومت حفیظ الامین یا ترکی اینا دیدن نمیتونیم که بیم مثلا بگیم که نظام یک نظام دموکراتیک بود، یک دولت دموکراتیک بود. یک دولت خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دولت حزب یک دولت توتالیتر تک حزبی بود دیگه. با احزاب سیاسی دیگه اینا مجال فعالیت ندادن، آزادی ندادن، در اونجا انتخابات برگزار نشد. حزب در اثر کلام انتخابات به قدرت نرسید بود، یک کودتای نظامی شده بود و قدرت گرفته بود. باز بعد از او حفیظ الامین با روشی را که ای به کار برد و شیوه را که ای به کار برد و ای میخواست که تمام جناها و شاخهایی که در درون حزب وجود داشت با رهبرهایی که در حزب داشت ای را میخواست کنار بزنه و خودش به شکل انحصاری قدرت در دست بگیره. اول جناح پرچم که یک جا حزب واحد بود در اونجا در آغاز کودتا که قدرت مشترک تقسیم کرده بودن و یک دولتی مشترک ساخته بودن، اول او جنا را از قدرت کنار زد، رهبرای این جنا را تبعید کرد، به نام سفیر بیرون از افغانستان کرد و باقیش هم صدها و هزاران نفر شاید برد به زندان پلوچرخی انداخت. بعد از او که جنا را تصفیه کرد، شروع کرد به تصفیه طرفدارای نورومد ترکی و خود نورومد ترکی رهبر حزب برد در اونجا کشت و بعد از هم او امین با شوروی ها، با روسا با یک رقمی برخورد کرد که این نتیجهش امی شد که روسا آمدن در افغانستان به خاطر از اینکه امین از بین ببرن و دوباره و دولت حزب و حاکمیت حزب از فروپاشی و سقوط نجات بتن، اونا آمدن دست به زدن که با امین یک بازی دوگانه را برا انداختن و امین به شکل در حلقه گرفتن که امین
از اینا کمک بخوا و نیروهای زیاره بخوا که بر افغانستان وارد شوند و به این ترتیب امین بازی برانده که دو بازی خودش گیر ماند و به اصراب خودش اولین قربانی بود که در اون بازی خودش قربانی شد. نیروهای شوروی در افغانستان دعوت کرد و تمام خواسته ها و مطالبات شوروی در 100 روز حاکمیتش افضل امین برآورده ساخت و مد نظر گرفت. تقریبا اکثریت پژوهشگرا و مورخینی که در این رابطه تحقیق کردن اینا میگن که افضل امین و ترکی مجموعا 21 بار از اتحاد شوروی اون وقت درخواست آمدن قوای نظامی را کردن و به این ترتیب شوروی ها آمدن در اینجا با امین گفتن که باید مقر اقامت خود و دفتر کار خود از ارک به قصر تپه تاجبک انتقال بده و امین گپ از یار پذیرفت در اونجا برد و باز بعد از او روسا نیروی خاص خود برای حفاظت از امین در تپه تاجبک جابجا کردن تا زمانی که تمام زمین ها و مراحل اعزام قوای شوروی در افغانستان تکمیل شد در طول 100 روز و نیروهای شوروی از زمین و هوا وارد افغانستان شدن و تا اینکه رسید به شش جدی و در شامگاه شش جدی بود که همین نیروهایی را که افضل امین به خاطر حفاظت و امنیت خودش در قصر تپه تاجبک خواسته بود دعوت کرده بود و میزبانش بود، همین نیروها افضل امین را کشتن و حکومت سرنگون کردن. تمام داستان افضل امین امی بود، یعنی افضل امین خودش بازی را برا انداخت و کاری را کرد که اما اولین قربانی خودش بود و نتیجه عمل خودش دید. جناب اندیشمند سبایا، قسمی که علمی سب گفت که کاربرد واژه ناسیونالیسم به حفیظ الامین ناموجه است، نظر شما چیست که حفیظ الامین یک ناسیونالیست نبود؟ ببینید شما قطعا چنین چیزی حفیظ الامین ناسیونالیست نبود. اصلا ما هیچ وقتی ناسیونالیسم ملی در افغانستان نداشتیم. این کلی مشکلی ما خامی است. یعنی مشکلی در افغانستان وجود داره، جنگی وجود داره، یعنی در تمام دورهایی که وجود داره اگر یک کشور و یک ملت ناسیونالیسم ملی داشته باشه و به او معتقد باشه. ملی نه قومی، ناسیونالیسم قومی. خب او را باز ناسیونالیست گفته نمیشه دیگه. وقتی ما در یک کشور زندگی میکنیم یک آدم قومگرا و باز ناسیونالیست شده نمیتونه. هر کس قومگرا و قبیله گرا، باز وقتی که ما میریم قومگرا میشیم، باز در او قوم باز او قبیله باز میریم عشایر و قبایل و چیزای عجیب و غریب دیگه میشه. ناسیونالیسم ملی یک گپ بسیار مهمی است که متاسفانه در افغانستان هیچ وقتی این شکل نگرفته و برای ازی اصلا یک کار بنیادی و اساسی صورت نگرفته. اصلا رژیما و دولت های ایدئولوژیک هم که آمده اینا، حتی همین رژیما و ایدئولوژیک با ناسیونالیسم ملی چندان امانی و سازگاری نداشته، خودش یک مشکل بوده. حفیظ الامین به این صورت یک آدم ناسیونالیست و چیز آزاد اندیش نبود. همین گپ هم مثلا قدوس غوروندی هم در امو کتابش در که نوشته میکنه، میاره مرحوم قدوس غوروندی که هم فوت کرد، او میگه که افضل امین یک ناسیونالیست ملیگرا بود، اگر از این خاطر شوروی هایی را خوش نداشت، ولی عملا وقتی که افضل امین در 100 روز قدرت را غصب میکنه و میگیره و او ادعای را که خودش غروبندی میکنه، افضل امین در جهت معکوسی از او حرکت میکنه. یعنی به این معنی که او یک ناسیونالیست ملیگرا اگر افضل امین میبود و شوروی ها را خوش نداشت، پس چرا ای از شوروی ها دعوت میکنه که نیروهای خود را افغانستان بفرستن و بادیگارد و آشپز و محافظ و چیزی قصر خود و خانه خود روسا را تعیین میکنه. حتی او نقطه را که علمی سه پیشتر اشاره کردن که حتی حفیظ الامین تا آخرین لحظه زندگیش، تا همون زمانی را که غوطه دختر حفیظ الامین است که در اموجا وقتی روسا داخل خانه فیر میکنن، او صدا میکنه که شما فیر نکنید که ایجه امین صاحب اصلا با امین صاحب صدمه میرسه. باز او پرسان میکنه روسا امین صاحب کجاست، میگن اونجا. باز بعد از او خانم حفیظ الامین در مصاحبه با بی بی سی گفتی من صداش هنوز ثبت دارم پیش خودم هستم، او گفتی باز بعد از او وقتی
دخترش میگه که امین اونجا نشسته باز چند شجور مرمی رو بر سر و صورت حفیظ امین روزا خالی میکنن. از این معلوم میشه که حفیظ امین حتی با مو اعضای خانواده خودش با خانمش و با اولاداش نگفته بود که از بی‌اعتمادی روسا چیزی نگفته بود و 100% به روسا اعتماد داشت. پس یک ناسیونالیسم ملیگرایی که ضد روس باشه و سلطه و تسلط روسا رو نمیخواه و غوروندی ادعا میکنه که روسا خوش نداشتن از این خاطر که امین آزادی اندیش بود و تسلط روسا رو نمیخواست. پس او چگونه او به این حالت میه که از روسا دعوت میکنه و از به اعتمادی روسا تا با خانواده خودم چیزی نمیگه. قطعا چنین چیزی درست نیست و حفیظ الامین یک نوشنالیست ملیگرا قطعا. جناب اندیشمند صاحب، چرا حفیظ الامین تمام همسنگرانش را از صحنه سیاسی بیرون کرد؟ شما پیشتر اشاره کردین ولی کمی دقیق تر. افرادی عالی رتبه شاخه پرچم را به بیرون از کشور سفیر و تبعید نمود، افراد میان رتبه را در پل چرخی زندانی کرد، ترکی را با بالشت خفه نمود و بالاخره پیروز کنندگان انقلاب ثور از جمله اسلم وطنجار، سید محمد گلابزوی و غیره از ترس کشته شدن زنده در تابوت گذاشته شدند و به شوروی انتقال یافتند. چرا چنین کرد؟ خب حفیظ الامین یک شخصیتی داشت که او میخواست قدرت کاملا در دست خودش، در انحصار خودش باشه و هر گونه مشارکت در قدرت حتی در داخلی حزب دموکراتیک خلق و بعد از اون در داخلی جنای خودش که جنای خلق بود او را نمیپذیرفت و از این خاطر تمام کسایی را که احساس میکرد که او مته و منقاد خودش نیستن در داخل حزب و را کاملا با اشکال مختلف بیرون ساخت تا اینکه بتونه یک قدرت یک دست و یک پارچه مثل یک شاه مترقی اینان در داخل حزب داخل دولت داشته باشه. و در غیر از او از نظر مثلا از نظر روش زمامداری یا حتی از نظر امو حزب نمیتونه که حزب اگر یک حزب سیاسی رو شما در نظر بگیرین یک حزب میتونه یک چیز جمعی داشته باشه، مثلا یک حاکمیت جمعی رو باید ایجاد بکنه، یک برنامه رهبری و مدیریت یک کشور رو به صورت جمعی باید داشته باشه. اما امین برامو قواعد حزبی خودش هم پابندی و اعتنایی نداشت، کاملا یک آدم مترقیلیان بود و میخواست که یک پادشاهی مترقیل اینان و خودش به عنوان سلطان در رأس باشه که و هیچ چیزی هم در برابرش قرار نداشت. جناب اندیشمند صاحب، اگر چیزی در ارتباط به دوره حفیظ الامین ناگفته مانده شما بفرمایید بگوین و همچنان جمع بندی کنید. ما فکر میکنیم که دوره حفیظ الامین متاسفانه حزب دموکراتیک خلق اگر اول خود یک اشتباهی بود که اونا دست به کودتا زدن و قدرت از طریق کودتا گرفتن و یک دولتی توتالیتری غیر دموکراتیک شکل دادن، باز بعد از او اشتباه دومشان ای بود که اینا نتوانستن حتی بین خود اینا امو اتحاد و یک پارچگی خود حفظ بکنن و امو برنامه هایی را که حداقل در بوی کاغذ داشتن او را در افغانستان عملی بسازن و در رأس تمام این تنشا و تعارضات داخلی در حزب به نظر ما حفیظ الامین قرار داشت که حفیظ الامین از داخل امی حزب به طرف تشنج و به طرف خصومت برد، چون امین هم جنای پرچم حزب از حزب تصفیه کرد و علیش قرار گرفت و در برابرش ایستاد شد و هم رهبر حزب که او امین او را مثل نورمه ترکیه به روح تشویق میکرد که در و حزب جسم میگفت و او را رهبری خودش میگفت و نابغه میگفت و علی از او قرار گفت و او را کشت و این کار حفیظ الامین ساوی از این شد که افغانستان به طرف یک بی‌ثباتی بسیار عمیقی داخل شوا و ساوی از این شد که روسا در افغانستان مداخله بکنن و لشکرکشی بکنن و با آمدن روسا در افغانستان به میدان رقابت قدرت های بزرگ منطقوی و در واقع به میدان جنگ دو قطبی امو دوران
بلاک سوسیالیستی و بلاک سرمایه‌داری قرار گرفت و تا امروز ما نتیجه و تبعات و رقابت و جنگ ما امروز هم می‌بینیم که هنوز ما هر قدر که در افغانستان چندی نسل است تلاش میکنه و عظمی آتش که در او وقت در واقع حزب دموکراتیک خلق و حافظ الامین در افغانستان مشعلی ساخت، افغانستان از این نجات پیدا کردن نتونست.